درس ششم از مجموعه آموزش‌های طراحی مقدماتی ترم یک. امروز میخوام بهتون قلمو و آب مرکب یاد بدم. در ادامه درس‌های قبلی که اگه اونا رو در واقع نگاه کرده باشید متوجه میشید که یه زمانی با زغال اگه یادتون باشه من یک زمینه خاکستری ایجاد کردم، روش شروع کردم کار کردن. بعد ما با قلم فلزی شروع کردیم یه سری حرکت‌های جسورانه انجام دادن. حالا همون کارا رو می‌خوایم یه جوری با قلمو انجام بدیم. یه زمینه خاکستری می‌سازیم و شروع می‌کنیم سطح کارمون رو خاکستری پر کردن و با قلمو رو شروع می‌کنیم طراحی کردن. مثلا من یه پالت کوچولو الان اینجا آوردم. در واقع شما یه خورده در مشکی می‌زنید تو مرکب، می‌زنید روی اینجا و یه خورده آب قاطیش میکنید. آب و در واقع مرکب وقتی با هم قاطی میشن خاکستری ایجاد میکنن. حالا یه ذره ممکنه تیره تر بشه، یه ذره کمرنگ تر بشه. در این صورت هیچ عیبی نداره، شما میتونید کنترلش کنید، هیچ فاجعه ای اتفاق نمیفته. یعنی اون خاکستری که الان من بکشم روی کاغذ خاکستری قطعی نیست، میتونید برای شما کمرنگ تر باشه یا پررنگ تر باشه. خیلی سیاه باشه خب خوب نیست، هر چی به یک میانه ما برسیم راحت تره. ببینید الان مثلا من میتونم هی آب اینو بر اساس تجربه خورده بیشتر میکنم و شروع میکنم کشیده. الان ببینید یه خاکستری نسبتا مناسبه. الان شروع میکنم یک کلیتی دو مرتبه از طرحم میزنم و هرچی آبدارتر باشه بهتره، چون که در واقع هی رد نمیندازه روی کار شما، کاغذتون رو زبر نمیکنه. حالا اینجور وقتا ممکنه که وقتی کاغذی استفاده کنید که مناسب نیست، مثلا کاغذی که مناسب نیست یعنی اینکه خوش میشه زود مرکب و میخوره، اونم بازم سخت نگیرید، اونم جذابیت خودش داره. اصلا همین بافتایی که ایجاد میشه خودش جذابه، هیچ بافت قطعی ما لازم نیست وجود بیاریم. فعلا داریم با آب مرکب و قلم فلزی و نجوری عشق بازی میکنیم. مثلا نگران نباشید که این حتما اونطوری بشه یا اینطوری بشه، نگران نباشید، سعی کنید که بکشید و از این بازی آب و مرکب و کاغذ لذت ببرید. پس ببینید یک زمینه خاکستری ما ایجاد کردیم. حالا دو تا کار میتونیم کنیم، هم میتونیم با قلم فلزی روش بکشیم، من دیگه مرکب رو میتونم بذارم کنار و هم مرکب قبلیه رو دوباره دستم بگیرم که توی قلم فلزی باش کار میکردیم، هم میتونیم با قلم فلزی رو این بکشیم، هم میتونیم با قلمو بکشیم. حالا شما با جفتش انجام بدید، جفتش جذابه، جفتش هم فوق‌العاده است. یه جاهایی رو میتونیم مثلا خطم نکشیم، یعنی وقتی که میبینیم یه جایی مثلا خودش خط کشیده شده دیگه نیازی نیست شما حتما خطشو بذاریم. مثلا خط دور سر رو دیگه خود طرح و آب مرکب مشخص کردن، دیگه زیاده گوییه که شما دوباره بخواین اونا رو بگید. میتونید قلمو شروع کنید، اگه جایی پخش شد بذارید پخشه، هیچ ایرادی نداره، بذارید جذاب میشه. همه این حرکت ها اتفاقای لحظه جذابیت قلم فلزیه، بذارید اتفاقایی بیفته، جلوی اتفاقات رو نگیرید، فقط جسارت داشته باشید. قلمو خوبیش اینه که جایی میتونید بافتای زبر جذابی ازش بگیرید. و
یه حرکت هایی بکنید که از پیش تعیین شده هم نیست. یعنی مثلا بافت زبر قلم و خودش یه جذابیت فوق العاده میتونه داشته باشه. یه جایی یهو پهن بشه، هیچ ایرادی نداره، بذارید پهن شه. اصلا چیزی به نام خراب شدن ما نداریم. ممکنه که یه جایی شما خوشتون نیاد. ولی از نظر من همه اونا جذابه. اگه پا گنگه، یادتون باشه گنگ بکشید. اصلا لازم نیست چیزی که گنگه رو واضح بکشید. الان تو این عکس ما پا اصلا خیلی واضح نیست. خیلی خوب، ما هم واضح نمیکشیم. چه بیداره؟ همه چیو ازش رد شید. الان ببینید من دور طرحمو نکشیدم. حالا فرض بکنید که بخوام بکشم. میکشم، کاری نداره. این هیچ قانونی وجود نداره که من اگه بکشم خرابه یا نکشم. هر جوری که حال میکنه. الان موضوع ما جسارت شماست. بذارید خطتون پرتاب شد. در واقع این تکنیک خیلی تکنیک جذابیه و خیلی حالتون رو خوب میکنه. یادتون باشه موضوع ما همینه. موضوع قهرمانی نیست، برنده شدن نیست. این نیستش که کی جلوتر بزنه، کی عقب مونده. ما فقط میخواییم که با این رقص آب و کاغذ و خط و مرکب و قلم فلزی و اینا یه اتفاقاتی وجود بیاریم که آروم آروم حالمون خوب بشه، حس خیلی خوبی پیدا کنیم و یه جور وارد خلسه میشید کم کم. حالا خودتون متوجه میشید وقتی که زمان زیادی بذارید کار کنید و هدف ما هم همونه،